جنایت و قتل عام در پایگاه هوایی اسپایکر کشتاری دست جمعی بود که به دست گروه سنی های تندروی داعش در پایگاه هوایی اسپایکر و کاخ ریاست جمهوری صدام در تکریت عراق اتفاق افتاد. این کشتار پس از سقوط موسل و تکریت و هجوم داعش به پایگاه هوایی اسپایکر در تاریخ 12 ژوئن 2014 شروع شد و چند روز به طول انجامید. تا کنون گفته می شد در این واقعه 1095 تا 1700 دانشجو قتل عام شدند، اما همکنون رئیس دادگاه کیفری الرصافه پرده از ابعاد گسترده تر این جنایت برداشته است. سید علی شریفی نژاد، خبرنگار میدانی و مستندساز از بیروت با ما هم هستند. آقای شریفی نژاد، سلام عرض ادب. من سلام عرض می‌کنم خدمت شما بینندگان عزیزتون، در خدمتتون هست. ممنون. آقای شریفی، در رابطه با گستردگی ابعاد جنایت اسپایکر که بعضاً با هولوکاست مقایسه شده و هر روز ابعاد جدیدتری از آن کشف می‌شود، توضیح بفرمایید. ببینید، بحث شکل‌گیری القاعده در عراق در بحوه سال 2012 و گستردگی بنیادگرایی و الحاق بنیادگرایی و القاعده با هم دیگه در عراق باعث شکل‌گیری به اصطلاح گروهی شدیم به نام دولت عراق که بعدها که وارد سوریه شد دولت اسلامی عراق و شام که شد داعش. این گروه خب یکی از بزرگترین گروه های لحاظ بنیادگرایی و تکفیری‌گری در منطقه بود و هنوز هم هست. زمانی که اینها در سال 2014 در استان نینوا وارد شدن و اون جنایت بزرگ رو انجام دادن و وارد استان صلاح الدین شدن، وارد پایگاه نظامی اسپایسکر شدن. اوائل که این بحث مطرح شد گفتن بین 1300 نفر، اول گفتن 1000 نفر، بعد گفتن 1300 نفر جوانایی که به حال اونجا دانشجو بودن و در اون پایگاه مشغول بودن رو در دجله سر بریدن و فیلمش رو منتشر کردن. یکی بزرگترین جنایت این گروه در طول تاریخ در منطقه خاورمیانه بود. الان که داریم با میگه صحبت میکنیم، مثل اینکه گستردگی ابعادش که این از سال 2014 تا حالا تقریبا پیچیده شده، تعدادش بیش از 3000 نفر اعلام شده. این یکی از تمام کارشناسان در مورد پایگاه اسپایسکر میگن جنایت بشری، واقعا جنایته. حالا اگه فیلم هاش هم مردم ببینن، یکی از بدترین جنایتی که هیچ جنازی هم پیدا نشد و سرها رو بریدن و جنازه ها رو در اون دجله انداختن و این یکی از بزرگترین جنایت این گروه در منطقه بوده. بله، حدود 3000 جوان دانشجوی نخبه و غیر مسلح عراقی توسط گروه تندروی سنی داعش در این جنایت به شهادت رسیدند. داعش از این گونه رفتارها به دنبال چه اهدافی بوده؟ ببینید، داعش جدا از اینکه بود نظامیگریش بیشتر مطرح باشه، بود جنگ رسانش مطرح بوده. در چه در سال 2012 چه در سال 2014 که اوجش دیگه میشه در سال 2015 که اوج این گروه در منطقه خاورمیانه مخصوصا در سوریه بوده و کمتر دیگه در عراق، بود رسانیش بوده. جنگ رسانه و فیلم هایی که منتشر میکرده، مردم بیشتر از اسم داعش میترسند تا از نوع جنگ آوری و تکنیک جنگی داعش. داعش با استفاده از این القا کرد به مردم منطقه که بسیار بیرحم است و بسیار نسبت به آنچه که حقوق بشر و حقوق زندانیان و حقوق اسرا و حقوق مردم است بسیار بی‌تفاوته. از جمله صلیب کردن مردم، از جمله در قفس کردن مردم، از جمله کشتن سرباز اون خلبان مصری در درون قفس، یا سربریدن 13 کارگر مصری در بندر مصراتی بیبی، نشون میده که داعش بیشتر دنبال به اصطلاح ترساندن مردم از طریق رسانه است تا لحاظ صحنه میدان، و همین این کارا رو انجام داد که مردم بیشتر بترسن و از به اصطلاح از ابهت پوشالی داعش پرده برداری بکنه تا از ابهت واقعی در میدان جنگ. چرا در سطح بین المللی آنگونه که باید و شاید این جنایت همانند جنایات مشابه بشری مورد توجه واقع نشده و حتی دست هایی در کار است که به فراموشی سپرده بشه؟
ببینید امنیت اون پایگاه اسپایس که چون در استان صلاح الدین بوده و استان صلاح الدین قبل از این بحران تحت اشرافیت نیروهای آمریکایی بوده و همین اتفاقی در این پایگاه افتاد، امریکایی ها نگران هستن که زیر سوال برن که چون نزدیک این پایگاه پایگاه آمریکایی بوده و آمریکایی هیچ کاری در مقابل این نجات این جوان ها نکردن و همین فشار پنهان امریکایی ها و انگلیس مخصوصا یک بخش از انگلیسی ها برای کتمان کردن وقایع پایگاه اسپایسکره که ضعف خودشون رو در تامین امنیت در شمال عراق رو بپوشونن. اگه به واقع نگارانه نگاه بکنیم به این مسئله میتونیم برسیم که آنچه که در اسپایسکر اتفاق افتاد در مقابل تمام اتفاقاتی که در طول حداقل یک دهه گذشته در منطقه خاورمیانه چه به واسطه بنیادگرایی چه به واسطه القاعده و تمام گروه هایی که به هر ریشه نظامی دارن بسیار فجیع واقعا فجیع بوده و به نظرم آمریکایی ها نمیخوان این ابعاد گسترده پیدا کنن که ضعف خودشون رو در تامین امنیت جان مردم عراق به اصطلاح به این وسیله وارد خاورمیانه شدن رو تامین نتونستن بکنن زیر سوال برن. بله تشکر میکنم از حضورتون در این برنامه. سید علی شریفی نژاد مستندساز و خبرنگار میدانی از بیروت با ما همراه بودن.